در خدمتتون هستیم با یکی از برنامه‌های مناظره‌های انتخاباتی بین کاندیدای ریاست جمهوری. این افرادی که می‌بینید نامزدها هستن که می‌خوام خودشونو معرفی کنن و کارنامه خودشونو برامون بگن. آقا بنده بابای پریسا هستم، اینم از کارنامم. ورزش 20، املا 5، ریاضی 2، جغرافیا 3. چی میگی آقا؟ منظورم از کارنامه رزومتونه. خودم میدونم، میخواستم شوخی کنم، بالاخره رئیس جمهور باید شوخ‌طبع باشه. اینم رزومه من، مدیر همزمان چندین گروه در تلگرام، دیدن علی پروین از نزدیک، توانایی سرچ در اینترنت، دارای کارت ملی هوشمند، دارای قدرت تشخیص گیشنیز از جعفری، 5 سال سابقه همیار پلیسی در دوره ابتدایی، متخصص یافتن جا در 13 بدن. من مامان پریسا هستم، 18 ساله. 18 ساله؟ آخه چقدر دروغ، تا کی دروغ؟ مگه اومدنی اینجا نگفتم به پر و پای من نپیچ؟ خوبه منم به همه بگم تو هم واسه اینکه جوانتر به نظر بیای موهاتو رنگ میکنی؟ بگم اولا که این موهام رنگ نیستن و کلاگیسن، دومن ردم. بفرمایید، از همین الان دروغکاریاش لو رفت. ببینید آقای موج. خانم مامان پریسا لطفاً ادامه ندین، شما هم جوان هستین هم زیبا. آقای بابای پریسا لطفاً بی هماهنگی صحبت نکنید. اول تو قد کن. نه اول تو. آقا میتونید خودتون رو معرفی کنید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت یک یک شما عزیزان، دوستان، سروران، همراهان، هموطنان. وقتمون خیلی کمه. غلام کبابی شوکت زاده از تهران. قبل اینکه خودم معرفی کنم میخواستم بدونم آقای موجی، شما همون آقا خوشتیپه نیستین توی تبلیغ شامپوی گو هر بازی کرده بود؟ بله خودم هستم. پس چرا موهاتون بوی شامپوی تخم مرغی میده؟ ها؟ میدونستم، من شوکت. خب هر کدوم از شما چند دقیقه فرصت دارید تا از برنامه هاتون بگید. ببینید اگه کنترل کشور رو به من بدن ایران و گلستان میکنم. شما یه کنترل کولر دستتونه، خونه رو واسه ما جهنم کرد. خانم به شما هم زمان داده میشه، لطفا سکوت رو رعایت کنید. چشم. شما بفرمایید. ببینید اگه به من رأی بدین مدیر گروه و جلو چش همتون حذف میکنم، چت کردن رو آزاد میکنم، پی وی آر رو بلاکی در میارم، لایک کنید لایک میکنم، کامنت بذارید کامنت میذارم، حتی فالو بکم میدم. مجهز به اون فالو یا. زیبا بود. نفر بعد. اگه به من رأی بدین این کارا رو میکنم: احداث آزادراه تهران نیویورک، متصل کردن سواحل زیبای هاوایی به خلیج فارس، تغییر نام عربستان به ایالات متحده آبادان، انجام پروژه لوله کشی نوشابه به تمام وادای مسکن. آخه مگه میشه؟ نوشابه ضرر داره، دیوونه. اگه من رأی بدین کاری میکنم با آب پرتقال آب آناناس دوش بگیرید. ببخشید آقای موجی، داشتم صحبت میکردم، اصلا کی به ایشون اجازه داده بیاد نامزد شه؟ آقامون کلا از جوونیش نامزد بازی دوست داره. قدرشو بدونید، دوران نامزدی خیلی دوران قشنگی. راستی گفتیم نامزدی، کوکب جان چی شد، نامزد کرد؟ آره عزیزم، دیگه حرفای آخرش نامزد. یعنی ما آخرین کسایی هستیم که بهمون خبر دادین؟ مگه قرار نبود اول تکلیف غلام و پریسا رو مشخص کنیم؟ والا من که تکلیفم مشخصه، من زیبایی و خوشگلی خودمو دارم، باور کنید روزی 30-40 تا پیامک ازدواجی واسه من. واه واه، چقدر بی‌مسئولیت، بی‌شعور و بی‌شخصیت. من از همین تریبون اعلام می‌کنم با این ازدواج مخالفم. بهتر، چیزی که زیاد دختر. تو نمی‌خوای چیزی بهشون بگی؟ در مجلسی نشسته بودیم، ناگهان خری گفت: دوستان خونسردیتون رو حفظ کنید، ما اینجاییم تا مشکلات مردم رو حل کنیم. شما مجردین؟ من یه دختر دارم، تو این استرام کلیپای مسخره بازی در میاره، اجازه بدین نشونتون بدم. نه اجازه بدین بعدم. خب پس پشت صحنه بعد برنامه وایسید نشونتون بدم. اجازه بدین من ازتون سوال بپرسم، برنامه‌تون برای آلودگی هوا چیه؟ ببینید به محض اینکه من رئیس جمهور بشم پشمای خود آلودگی هوا میرزه میره. شما اصلا میدونید ما از هوا چه عنصری رو تنفس میکنیم که این هیدروژن، هلیوم، بریلیوم، منیزیوم. ببینید تو جندل مندل، تو جدول مندلیوف هست، ولی عنصر هشتم اولش هم او داره. او اورانگوتان، اورانیوم، اوکیا. قسمت آخرش هم دیشب ندیدم، خیلی خوب. اسکل، شنگول، دنگول. دنگول دیگه کیه؟ حاصل ازدواج اسکل و شنگوله. زیبا نیست؟ فاطماگل، عباس بو ازاد، قاشقچی، چنگالچی، حمید معصومی نژاد، روم.